اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری. باز می کنم آن سوی آب و خاک ایران دردمندم را، آواز می کنم ای سرزمین جاویدان، ای مهد روشنایی و بیداری، این غربت مضاعف تا کی ادامه دارد؟ تا کی این خیل روزخان زیبایی تو را با پنجه های خونین آزار میدن؟ تا کی سرود حافظ و شکوه های خیام، اندوهواره های سپهری و دلنشین ترانه شاملو زندانی ولایت جهل؟ تا کی بر باغ یاس های امین و دوله چنگال این عرف ها، این هرزگان دزد ستم میکنه؟ علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 8 ماه فوریه، 19 بهمن ماه، به شما سلام میکنه. خب امروز که دیگه روز ما مشخصه، روز دکتر سازگاراست و بی حرف و سخنی. اما قبل از اون من خواستم یه چیزی بگم، چون به هر حال این برنامه هست و دیگه من الان برنامه ندارم که ادامش بوده. دوست عزیز من از ایران زنگ زده بود، آقای نوری‌زاده رئیس دفتر ملکه فره پهلوی تهران، گفتم از من دیشب باش حرف زدم، دروغ محض رژیم درمانده بدبخت هر روز یه دروغ اینجوری درست میکنه، شاید از برکت این دروغ دو تا نصفی رأی بگیره و آدمای رو هم خراب بکنه. آقای کامبیز آتابای انسان باشرف است، انسانی نیست که پاشه با بودن این دزدا و قاتلا به ایران بره، گوین که دلش پرپر میزنه. آتابایی که در نشست کنفدراسیون آسیا در کویت، یه جوون که رئیس فدراسیون فوتبال بود، جلسه رو به هم زد وقتی واژه خلیج جعلی خلیج عربی رو دید و کویتی ها مجبور شدن نقشه رو عوض کنن و آتابای قرار بود انتخاب بشه برای ریاست کنفدراسیون. چنین آدمی که خلیج همیشه فارس رو اونجور عاشقانه دوست داره، پا نمیشه بره وطن اشغال شده رو بده. در آخواست هم اینو بگم، خیالتون جمع باشه و دوستان همکارم هم تقاضا میکنم اگر سایتی دارن، اگر جایی دارن، جایی مینویسن، جایی میگن، اینا رعایت کنن. رژیم به چنان درماندهی افتاده، تخریب همه ما از جمله اهداف امنیت خانه مبارکش هست و اون دستگاهی که تو خیابون کاخ دارن تو فلسطین، به اسم فلسطین هم کلاه گذاشتن. یادم هست ابو عمار که اومده بود ایران، آقای خمینی بهش گفته بود سفارت اسرائیل مال شما، فردا بلند شد ما هم دنبالش رفتیم بریم اونجا. اتفاقا چند تا از دوستان، یکیشون مهدی طالقانی بود، بعد رفتیم اونجا، بعد گفتن که نه اینجا تعمیر ساختمان داره. بعد از 2 ماه یه ساختمان روبرو اونجا که مال کدوم بدبخت مصادره شده بود، اونو دادن به سفارت فلسطین. هرگز سفارت اسرائیل رو به فلسطینی ها ندن. درود بر دکتر سازگارای عزیزم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت
همه بینندگان عزیز. گفتید آقای آتابا ایران نرفتید که خب معلوم از اون دروغای آشکاره، ولی عوضش یک پرنستار سرشناس طرفدار شبا این کجا میرفته، حالا روزشو عکس گرفتن حالا چست اونشو من نمیدونم، ولی الان که میخندم این است که واقعا درود به جوونا کلی جوک و متلک ساختن. سر قبل قاسم سلیمانیش خیلی جالب بود دکتر، خیلی بلد. جالب بود. مثلا نوشتم که دماغش عمل کرد، اونم که نه گفتن ایران دماغ ارزون عمل کرد. اون یکی دیگه، ولی بعدم بعد مثلا خبرگزاری تسنیم میگه که هیچ کی خبر نداشته، خبرگزاری سپاه، در حالی که رفته دیدار، یعنی ساختمون سفارت سابق آمریکا رو دیده که دست سپاه، دست بسیج اونجا، مگه میشه بدون اجازه اونا پاشه بره تو اون ساختمون عکس بندازه تو اون محوطه سفارت آمریکا؟ و به هر حال خب دیگه این یکیش دیگه نوبره واقعا، یعنی این همه جورشو دیده بودیم جز این یکی که مهمون رسمی حکومت یک پرنستار سرشناس باشه. البته خب اونم یه شغلی داره، ولی کمتر جایی در دنیا دولت و حکومت مثلا یک پرنستار رو مهمون میکنه و هم داره میبره توی مثلا یه جایی مثل سفارت سپاه، یه مقر سپاه حتما بهش دادن. درخه آقای مله ها تکت داره دستشون، یه قالیچه و یه وش خاویار رو، یه دو تا گوته خاویار فرش رو به زن. من قبلا عرض کردم این جورج اورول نویسنده معروف انگلیسی، نویسنده همون کتاب 1984 و قلعه حیوانات، به درستی میگه، میگه در این رژیم های دیکتاتوری هر جوکی، هر انکدوتی در واقع یک انقلابه. و واقعا شاید در بین کشورهای دنیا جایی که خیلی شهره بودن، خیلی هم خوش‌ذوقن، لهستانیا بودن که بسیار خوب بچه های لهستان جوک میساختن، اصلا یک گروهی به نام گروه نارنجی و یک به اصطلاح رهبرشون هم میجر میگفتن، سرگرد نبود البته ولی میجر میگفتن، هیچ کم نمیدونستن کیان اینها. رنگ نارنجی رو هم انتخاب کرده بودن، میگفتن مخلوط سرخای کمونیست و سفیدای کلیسا این ما، واسه همین نارنجی شدیم. و اینا واقعا هفته یه جوک، دوتا جوک میساختن، موقع که حالا تازه اینترنت و اینا هم نبود، به در دیوار نمیشتن و یک کرکتری رو هم خلق کرده بودن، به صورت کتولهی بود که مثل کارتون و به در و دیوارم میکشیدن. مردم دیگه بعضی مدتی میدونستن که این اگه هر جا این کرکتر رو با حالتهای مختلف میدیدن روی دیوار، میدونستن کار گروه نارنجیه. و سر هفته منتظر بودن ببینن چه مضمونی کوک کردن برای حکومت سرخا و حکومت کمونیستا، و خب خیلی موثر بود چون زبان اینجور چیزها زبانیست که خیلی عموم استقبال میکنن، راحتتر میبینن و راحتتر هم شیر میکنن، به اشتراک میذارن، میچرخه و برای همدیگه نقل میکنن. و خب گاهی زبان طنز به خصوص و گزندگی که داره از صد تا مقاله و نوشته گویاتر و موثرتره. و خوشبختانه آقای دکتر ایرانی ها و به خصوص من زبون جوان ها رو میبینم از این حیث یکی از خوش‌ذوق‌ترین ملت‌های دنیا. حالا درسته دل و دماغ مردم رو این گرونی و وضعیت بد اقتصادی به خصوص، بعدم هوا و آب و سرکوبا و این بیشوری‌های حکومت، دل و دماغی برای مردم نگذاشته، ولی مزالک ایرانی‌ها هر وقت فرصت به دست میارن حسابی از خجالت حکومت در میان. و به قول یکی از تنز نویسا، فکر میکنم آقای خورسندی بودن، حالا مطمئن نیستم، که گفته بود انقدر این مقامات این کشور حرفای مسخره میزنن که ما تنز نویسا اصلا بیکار میشیم، فقط کافی حرفای اینا رو نقل. خورسندی بود،
بله یعنی حالا من الان همین الان تو همین دو سه روز پیش یادم افتاد امام جمعه یزد فرمودن که در غرب زنها فقط برای شهوت استفاده میشن و اونها رو به بردگی میکشن. من اینو دیدم گفتم لابد خانم مرکل و خانم تچر و خانم کاندلیز رایس و داری کلینتون اینا رو برای یا مثلا خانم گلدامایه رو برای شهوت مثلا آورده بودن نخست وزیر کرده بودن. نمیدونم والا یعنی انقدر از این حرفای مسخره میزنن که احتیاج به فقط کافیست نقل بشه با یه کامنت کوچولو و یه جوکی دیگه. دکتر سالگرو فلسطینیا حتما یادتون فلسطینیا یه کاریکاتوریست داشتن ناجی العلی بله. و اون هنزله عکسی که همیشه میذاش و از پشت این هنزله داشت قدم میزد خیلی کارش قشنگ. متاسفانه الان فاش شده که عرفات رو کشته، یعنی نه اسرائیلی. متاسفم. داستانش هم این بوده که هنزله یه کارتون کشید و یه تصویری باز از پشت گذاشت، اسم بانوی رو اونجا گذاشت. این خانم معشوقه عرفات بود و این خیلی به ستیار یا ابو عمار سنگین اومد. من خود فلسطینی ها شنیدم و گفتن به شکلی او رو بکش که شبیه کشتن اسرائیلی ها باشه، یعنی که راحت خیابون زدن از پشت. و ما البته آقای نیستانی رو داریم، هر دو برادر بسیار رحمندن، کاراشون درخشانه، ولی من معتقدم یه سمبول، همونجور که شما گفتید، ما یه سمبول لازم داریم. سیدعلی وارونه یه چیز یا نمادی از بچه های مقاوم، یک نماد. امیدوارم اگر خاطرتون باشه آقای مانان استانی که واقعا کاراش درخشانه، توکان استانی هم در زمان جنبش سبز یک پسر دختری رو خلق کرده بود و یک پدر بزرگی رو که کرکتری بود مطالب رو میگفت. بله بله، یعنی این سمبول های کاریکاتوری که بعدم میشه باهاش حرکت ایجاد کرد، چیزهای مختلف. من خودم تو انقلاب ژینا متاسفانه هیچ ذوقی در این زمینه ندارم، ولی به ذهنم میرسید که یه دختر نوجوانه یا مثلا 12-13 ساله شیطونه، چیزی که کاملا گویای روحیه انقلاب ژینا بود، خیلی خوب میتونه یک همچین چیزی سمبول این حرکت باشه، برای اینکه انقلاب در موتور پیشبرندش و محوریتش زنها و دخترهای ایران هستند و اون شور و شعفی رو که به جامعه تزریق میکنن یه سمبول اینطوری میخواد. به هر حال خلق میشاید این جامعه رو بگم و چیز کنم و پایان بدم این صبح، چون حرفای مهمتری داریم. ولی پدر این بچه ها منوچهر نیستانی شاعر بسیار خوبی، شاعری که قدرش تا الان دانسته نشده و زیبا شعر میگفت، شعر نیمایی و شعر کلاسیک اصلا بی نظیر. خیلی با هم دوست بودیم. یه شب در یه جای نزدیک قلهک پیاده میمدیم، از منطقه عبور میکردیم، خرابه بود. همجور که میمدیم یک دری یه جای باز شد، نوری زد بیرون و یه دختر بچه اومد بیرون. همونجا گفت لنگ در باز بود، کولی گفت مادر ستاره بود. اینقدر زیباست این شعر، اینو گفت و بعد خب کاملش کرد، تو مجله فردوسی چاپ شد. نازنین شاعری بود که یادش به خیلی مرد بود. حالا برگردیم به صحبت‌های اصلی بود. حالا خیلی ها نشستن ببینن تحلیل دکتر سازگارا چیست. من سوالم اینه که این بازی خامنه‌ای، یعنی واقعا این ورشکستگی که اینجور التماس دیگه داره میکنه، دیروز از خواص خواست که در انتخاب بود، خواصی روحانی و بقیه رو رد صلاحیت کرده، حتی علی لاریجانی رو، بعد بهشون میگه بیان شرکت کن. چه شده؟ به کجا رسیده این ورشکستگی دکتر؟ بله خیلی جالبه. آره یعنی
اصلا پارادوکسیکال در واقع مطالب اینا خامنه‌ای. آره. من حالا نمیخوام اغراق کنم ولی واقعا گاهی فکر میکنم عقل این آدم زایل شده و با هم کاراش تضاد داره. به قول شما خواصی که او دلش میخواد بیان و بگن انتخابات و مردم بیاین، اولا که یه دشون مثل آقای ناطق نوری و اینا که خواص بی‌بصیرت شدن از زمانی که بشه سر و خونه نشین شدن. آقای رفسنجانی حالی که ایشون هم بود متاثرش رو بریدن سند کردن زیر آب. اونهایی هم که هستن که همه رو برداشته رد صلاحیت کرد. و بعدم مطلب دومی که حالا گیرم هم فرض کنید اینا اومدن حرف زدن، مردم اصلا رفتن یک جای دیگه، مردم بیش از 92-93% مردم واقعا باورشون این است، برآورده خود حکومت رو عرض میکنم که این حکومت باید بره، در حضور این حکومت هیچ اصلاحی در هیچ جهتی متصبر نیست. اون وقت دلش خوشه بیاد مثلا بگه. و من فکر میکنم عرض کردم 2-3 دلیل داره که ایشون اینجور خودش هم اومده میدون و خرج داره میکنه. و من راجع به عددی هم که آخر سر اینا تو اون اتاق تجمیع آرای وزارت کشور بسازن و بگنم هیچ اعتمادی نیست، چندین دوره است یاد گرفتن عدد میسازن شهرهای مختلف و هنوز به قول کروبی میگفت دیگه، میگفت عددی که ساختن شهر خود من علی گودرز مثلا یه دونه رد نیبردم فرض کنید، یا چیزای دیگه، ولی الان هم یاد گرفتن یه عددهای قابل باور بسازن. ولی من فکر کنم آقای خامنه‌ای اولین مسئلهش این است که میخواد یه خبرگانی، یعنی انتخابات مجلس خبرگان میخواد یه خبرگانی بچینه که اولا هیچ ریسکی توش نباشه، یعنی حتی وزیرای اطلاعات رو رد صلاحیت میکنه که مبادا فردا یه چیزی بگن، برای اینکه مشتبه رو میخواد به دست این مجلس به تخت بنشونه. و حتی بعضی معتقدن این چینش کاندیداها، یا بهتر بگیم چینش خود مجلس خبرگان، اصلا دست مشتبه است، یعنی اون پشت فرمونه و گفته کیا رو لیست رو پایین بالا کرده، اینا رد کنین، اینا رو قبول کنین. و فکر میکنم به ازای هر یه دونه کرسی هم 1.3 مثلا کاندیدا تعیین کردن. بسیاری نقاط هستش که یه دونه کرسیه یه دونه هم کاندیداست، یک همچین چیز مسخره‌ای در واقع. برحال فکر میکنم یکیش قطعا مسئله خبرگانه، یکیش ایشون فکر میکنه که با این حلوا حلوا کردن ها بعدن چون میخوان تقلب کنن، بلکه دهن شیرین شه از یه طرف بتونه بگه که مردم پشت این نظامن. مطمئن باشید یه عددی میسازن 4 حوزرم اینا یاد گرفتن، آدم میرن میچینن 1000 500 نفر میبینیم وایستادن فیلمم میگیرن صف بستن، مثلا از صبح اونجا ایستادن، مثلا حوزه حسینی ارشاد یا مسجد لرزاده، اینا خبرنگارای خارجی هم میدونستن قلابیان اونایی که اونجا وای میسونن. و به قول خبرنگار امریکایی چندین سال پیش رفته بود، میگفت ما رو بردن این حوزه آدمای تو حسینی ارشاد هم ترتمیز و حتی بعضی ها کراوات زده و عجیب که هم انگلیسی بلد بودن و ما با هر که حرف میزدیم با انگلیسی به ما جواب میداد. برحال به نظرم یه عددی ایشون بسازه آخر سر میخواد ادعا کنه که خب این رای به نظام بود و اکثریت مردم هنوز پشت نظامن، برای اینکه میدونه 92-93% مردم نمیخوان و پارسال نشون دادن اینو به ضرب گلوله و کشتن و زندانی کردن و سر به نیست کردن سر پا خودشو نگه داشته. یکم من فکرم داخل نظام شرایط دکتر، داخل نظام خامنه‌ای جنجالیه، به خصوص این مسئله مشتبه هم مطرحه از گلو خیلی داخل همین اصولگراها، همینایی که داخل حکومت هم پایین نمیره این ماجرا. و بعد مسئله پیدا کردن در واقع در یه نگرش کلان 3 تو همین کره قدرت پیدا شده. حالا اونایی که بیرونترن مثل اصلاح طلبا یا اعتدالیون یا غیره، اونا هیچ، و همینایی که
الان دستشون به دنبگابی بنده و داخل حکومتن. اینا یه جناح هست رادیکال تره، مثلا فرض کنید مثل اون سعید جلیلی و اینا یه ده هستن طرفدارای اینجوری و گلم دارن که چرا مثلا نمیره حزب الله با و جمهوری اسلامی با اسرائیل به جنگ سر غزه و از فلسطینی ها دفع کنه. یه ده در واقع آرومترن، راسترن. اینا ادعاشون است که این مسیر خب دودمان هممونو داره به باد میده، همه و بعدم چاق و چله پولی شدن، نمیخوان بساط جنبان بخوره. یه ادم اصلا مثل شمخانی و اینو اون که صاف پشت سر دوم آقای خامنه ای و مشتبه رو گرفتن، هرچی اونا بگن میگن همین درسته، هیچکم هیچی نباید بگه. و خود خامنه ای هم این وسط نوسان میکنه. آقای دکتر، من به شوخی قبلا هم عرض کردم به نظر من ایشون امام دونیم شده، یعنی گاهی میشه امام دوم، نرمش قهرمانانه و صلح و کاری نکنیم و سمت این معتدلترهای حکومتش میچرخه، گاهی جست میگیره امام سوم، اولدارم بولدارم میکنه، میزنیم میکشیم کشته میشیم. و این نوسانش انقدر به چشم میاد که واقعا امام دونیم بهش خیلی خوب میاد و اینجوری شده. به هر حال این نمایش محوه واقعا انتخابات، این سیرک انتخابات باید گفت، برای اینکه بیشتر به دلغک بازی شبیه این چیزا، همجور که فرمودین اینطوری دیگه، اینجور تناقض داره دیگه. حالا این جالبه که مهدی نصیری، من و شما که این حرفا رو میزنیم تکلیف هم معلومه، چند سالی داریم از اول اینا رو غیر قانونی میدونیم، ولی وقتی الان مهدی نصیری میاد به این انتخابات میخنده، وقتی نماینده سابق مجلس میاد به انتخابات میخنده، این نشون میده که سید علی واقعا ورشکسته به تقصیر شده. و این اروتیزی هم که میکنه واقعا ارزش نداره و آدم باید ببینه که در نقطه رسیدیم که ملت نیروشو جمع کرده و میخواد یه سیلی بزرگ به این در روز انتخابات بزن. ببینید آقای دکتر، بله الان خیلی من خوب میبینم خیلی ها دعوت میکنن، دعوت خوبی هم هست، دعوت میکنن که در روزی که فکر میکنم 11 اسفند انتخابات، بله، یک جمعه است هیچی از خونش بیرون نیاد، بله، هیچ، حتی خیابون رو خلوت کنن، هیچ کس هیچ جا ماشین نیاره، خرید نکنه، اگه خریدی هم داره روز قبل کرده باشه، اون روز رو بشینن توی خونه چه میدونم کتاب بخونن، فیلم نگاه کنن، یا اگر مجتمع آپارتمانی هن مهمونی درونی بگیرن، هرچی، ولی عمدن نشون بدن که در شهرها هیچ کس نیست. البته خداییش بگم آقای دکتر، توی انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری که همین آقای رئیسی رو از صندوق دره بردن، چون در اون انتخابات هم عددی که ساختن قلابی بود، با وجود که زیر 50% ساختن، فکر کنم گفتن 48%، نمیدونم چقدر رای دادن، ولی اونم دروغ بود. آره باطله بیشتر بود دکتر. بله اون عددی که واقعی بود، من از منابع درونی حکومت میگم 88% مردم رای ندادن. نداد. ببخشید 82% مردم رای ندادن و 18% هم که رای داده بودن، به نظر من شاید 10% هم اونایی بودن که برای انتخابات شهر و روستا رفته بودن، چون اکثریت مردم حتی برای انتخاب نماینده های شوراهای شهر و روستا نرفتن، بله، ولی بادارشون میکردن که اگه میخواین رأی مثلا شورای ده یا شورای شهرتون رو ما قبول کنید، باید رئیس جمهوری هم یه چیزی بنویسید صندوق و اونجا هم باید رأی بدید. و باطله البته به قول شما رقیب اصلی بود. این عددهایی که ساختن و من مطمئنم احتمالا باطله بیشتر از حتی اون 8% که بود، احتمالا مثلا به رئیسی رای دادن، این همون 7-8% است که الان پشت این حکومت هست. و واقعا اون روز پاره از دوستان ما یک ماشین سوار شده بودن، از تجریش صبح اول وقت شروع کردن تا جنوبی ترین نقطه تهران و بعد شرقی ترین و غربی ترین نقطه تهران، واقعا ده ها حوزه انتخابی رو سر زدن
و چون مهم بود که غیر از این که حالا ما عددها رو هم بعدم به دست آوردیم چیه، مشاهده عینی هم باشه. و واقعا دکتر بعدش تلفنی صحبت میکردیم روی واتساپ و اینها، میگفتن واقعا هیچ کس نبود، یعنی هر حوزه‌ای رفتیم پرنده پر نمیزد. جنوب شهر، شمال شهر، شرق شهر، وسط شهر، غرب شهر، اصلا اینجور نبود که بتونه این حکومت از این ادعا بکنه. شاید متجاوز 50 حوزه رفته بود. دکتر تنها توجیهی که رژیم برای بقای خودش حداقل جلو غربیا میکنه، مردم این برگو دارن از دستش در میارن و این بسیار با ارزشه. ما یه درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم در خدمت ادامه خواهیم داشت. با درود دوباره و درود به شکیلای عزیز. خب دکتر عزیزم، این هفته ما ادامه رفتیم. ببخشید آقای دکتر، اسم خانم شکیلا که واقعا درود و شعر زیبای ابتهاج، یادی از هوشنگ ابتهاج، زیبای ابتهاج. بله ببخشید، اینو واقعا به جان و دل می نشینه. ببین دوست عزیزم، هفته پیشم صحبت کردیم این تغییری که در حالا من نمیگم فقط تاکتیک، در استراتژی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم. آقای بلینکن در این سفرش به 5 کشور، به رام الله هم میره و ابو مازن هم میبینه و خیلی اتفاقا فلسطینی‌ها بر این سفر اهمیت قائل. بگرد که ما برای اولین بار میبینیم آمریکا غیر از اون دوران آقای کلینتون، آمریکا خیلی جدیه روی مسئله طرح دو دولت و تنها نیرویی که مزاحم این پیش بره از یه طرف دست راستی‌های اسرائیل هم و طرف دیگه جمهوری اسلام. و به نظر میشه با کاری که آمریکا با حوثی‌ها کرد، با وابستگان رژیم در عراق، بعد یه آدم مثل کعبی کشته بشه، خب اینا کعبی در حد قاسم سلیمانی بود تو عراق، و اینه که به نظر میشه آمریکا واقعا وارد یه فاز جدیدی شده در برخورد با جمهوری اسلام. شما اونجا چطور میبینید؟ ببینید راجع به این نیروهای نیابتی در منطقه، یا بهتره اسم واقعیشون رو بگیم، تروریست هایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره، دست کم در 6 نقطه منطقه، در لبنان، در فلسطین، در سوریه، در عراق، در یمن و اقلیم کردستان هم به نوعی، اگرچه قبلا حالا در افغانستان هم با اون گروه حقانی کار میکردن، این تروریست ها خب بعد از 7 اکتبر و درگیری های غزه دائما راکت برانی و موشک برانی و از همه هم حساس تر شدند روسی ها که کشتیرانی رو از امنیت بندازن و اون آبراه دریای سرخ و باب المندب رو تهدید کردن، تا اینکه خب 3 سرباز امریکایی در اون پایگاه یا برج 22 که بیشتر مشرف به مسیر ترانزیت لوجستیک جمهوری اسلامی و قاچاق مواد مخدرشون هست، این باعث شد که خب آقای بایدن باید واکنش نشون داد. این دیگه پرنسیپ امریکاست. و تا اونجا که من میدونم، هفته گذشتم صحبت کردیم، 4 گزینه روی میز آقای بایدن گذاشته شد. یکیش درس ادب به جمهوری اسلامی و گوشمالی دادن جمهوری اسلامی با زدن مراکز نظامی یا موشکی یا پهپادسازی یا غیره، ولی در خاک ایران، یا مثلا جزیره فارسی که کلی پایگاه سپاه ساخته بود و همسال. دومیش در واقع زدن پایگاه ها و تجهیزات اینا در بیرون ایران و خطوط لوجستیکی رو که مثلا برای حوثی ها درست کردن، میرن از خلیج فارس و دریای عمان به دریای عرب و خلیج عدن، فشار روی اونها. و سومیش حمله سایبری به جمهوری اسلامی و به هر حال تاسیسات و غیره و اینهایی که دارن، که این
ممکنه به داخل ایران هم برسه و آخریش هم خود این گروه های تروریستی هست که هستن و زدن اونها افرادشون و جناحاش و یا پایگاه ها و تجهیزاتشون. امریکایی ها 5 روز تأخیر کردن بعد از کشته شدن 3 سربازشون اولین عملیاتشون رو کردن. گفتن علتش هم این است که طرحی که تهیه شده هواپیمای بیوان باید می آوردن که می دونی هواپیماها هم به دلیل تجهیزات پیشرفته‌ای که داره و هم به دلیل فرودگاه‌هایی که هر فرودگاهی نمیتونه بشینه از خود امریکا بلند میشن یا انگلیس یا آلمان، جای دیگه اصلا نمیشینن، اینا بلند نمیشن و میان ماموریتشون رو انجام میدن برمیگردن. به هم دلیل هم 6 تا هواپیمای سوخت‌رسان از کالیفرنیا و امریکا اول رفت در منطقه، احتمالا میره در قطر میشینه که اینا وقتی میان عملیات میکنن سوخت بهشون روی هوا میدن که بگیرن و بعدا برمیگردن دوباره مثلا در انگلیس یا حتی در آمریکا میشینن. خب اولین قدم رو 85 نقطه رو زدن با بیش از 125 بمب هدایت شونده و بعدم حوثی ها رو حملات سنگین. منتها امریکایی ها میگن که فعلا حمله به خاک ایران از دستور رفته بود، اگرچه آقای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا و جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی یک شنبه گذشته که صبح یک شنبه در امریکا برنامه های سیاسی این 5 کانال سراسری امریکا هست، هر دوشون در 2 مصاحبه جداگانه تاکید کردند که حمله به ایران گزینش روی میزه. من چیزی که فهمیدم این است که منتظرن، یعنی بسیار واکنش تهران داره، اگر ادامه بده و اگر کار کنه این گزینه طرحش آماده است، یعنی نظامی های آمریکا طرح رو آماده کردن، رو میزهای بایدن هست، الان فعلا دست بهش نمیزنن، منتظرن ببینن تهران آیا چیکار میکنه. اگر باز هم ادامه بده ممکنه که بعضی از اون طرح اجرا کنه. ولی حمله سایبری رو نفی نکردن، گفتن. و از اون به نظرم جدیتر این است که گفته میشه امریکایی ها میخوان روی استراتژی از بین بردن سازمان های تروریستی که خب مثلا با القاعده هم همین کار و داعش هم همین کارو کردن، میخوان با این گروه های تروریستی جمهوری اسلامی برخورد. به چه معنی؟ به معنی این که فعالین اینها رو، مسئولینش رو حتما مطمئن باشین چارت تشکیلاتی اینا رو دارن، میدونن کی چی کار است تو این تشکیلات ها، کی رهبره، کی معاونه، کی شاخه نظامی، کی تدارکات، اطلاعاتشون رو تکمیل کردن و آدم های کلیدی رو میزنن، حالا خودشون هم نزنن اسرائیلی و استاد این کاران، یا این که مثلا در مورد همین ترور های الکعبی خب گفته میشه که یک گزینه این است که در اون استان میسان به اصطلاح گروه های رقیب خودشون زدن تو رقابت های قبیلگی. این در یمن هم اتفاق افتاده آقای دکتر. الان در یمن هم این قبیله ها با هم دعواشون شده. گفته میشه که ممکن هم هست زدن این آدم ها رو به دست دیگران و رقباشون انجام، الزاماً نیروی مثلا امریکایی یا اسرائیلی این کارو نکنه، کافیست که بشناسن این رقابت ها رو، به یه طرف پولی بدن یا سفارشی بدن یا تسهیلاتی بدن و بزنن این افراد کلیدی این سازمان های تروریستی جمهوری اسلامی رو بزنن. کار دیگه کنترل ارتباطات این هاست و چه ارتباطات اینترنتیشون، چه تماس های حتی حضوریشون و به اصطلاح کنترلون، و آخریش هم زدن لوجستیک این هاست، پایگاه هاشون، انبار هاشون و منابع پولیشون. این منابع پولی از یک جهت مهمه، برای اینکه اینو من در امریکا مکرر شنیدم، اصلی اتفاقا آقای نادر اسکویی هم چند سال پیش، 3-4 سال پیش برای مؤسسه واشنگتن اینستیتو
مسی واشنگتن، ایشون یک کتابی نوشت راجع به نیروی قدس. ایشون هم تو اون کتاب تحقیقی که کرده نشون میده یکی از اصلی ترین منابع درآمدی حزب الله لبنان نیروی قدس و این گروه های تروریستی مواد مخدره. تولید انواع مواد مخدر به خصوص کاپتاگون که اصلا مثل این که مثلا مهر جمهوری اسلامی و حزب الله رو داره. و در سوریه الان یکی از اون گفته میشه ماهر اسد، برادر بشار اسد، او هم دست داره و یکی از پایگاه های تولید این مواد مخدر در سوریه است الان. و به روایتی سالیانه یعنی تولیدش عمدتا یا در ایران زیر نظر مرتضی رضایی یا در سوریه است و گفته میشه که توزیع اصلیش هم دست حزب الله لبنان، هم به کشورهای عربی که میبرن از طریق اردن که داد اردن هم در اومده بود و هم میبرن به اروپا و حتی به ونزوئلا و امریکای لاتین. گفته میشه 7-8 میلیارد دلار از این محل درآمد و امریکا. این چیزیه که من به کرات شنیدم در واشنگتن که میدونن و اداره مرزه و مواد مخدر امریکا دنبال کرده و دنبال میده. بنابراین در این زدن منابع مالی اگر پایگاه های تولید مواد مخدر اینها خط ترانزیتی که اینا رو حمل میکنن یا گلوگاهایی که دست بزن اگر اینها هم زده بشه تعجب نباید بکنیم. اگر روی اون خط کلی برخورد با سازمان های تروریستی قرار باشه برخورد کنن و مقامات امریکایی مکررن، مقامات دولت های بایدن مکررن عنوان کردن که عملیات ادامه داره، یک بار نیست، دو بار نیست و بعد تا ماها ادامه پیدا میگن. یعنی آشکاره. من وقتی هم 85 پایگاه رو آمریکا میزنه و اینا در برابر یه پایگاه 202 برج 22 در برج 22 آمریکا چنین واکنشی نشون میده، این دیگه از ابعاد حدس و گمان خارج میشه. نشون میده اونجا روی میز یه برنامه ریزی کاملی هست و به خصوص تضامن این با سفر آقای بلینکن به منطقه. این به نظر من خیلی اهمیت. خب دکتر سازگارا از اپوزیسیون الان اون بحث امام دوم و سوم که کردیم، الان آقای خامنه امام دوم شد دیگه، نرمش قهرمانانه و هیچی و صدا در نیاد و حتی قانی رو فرستادن عراق. بله. امیر عبداللهیان و قانی با هم، بعد آقای احمدیان و اون دبیر شورای عالی امنیت خیلی مهم بود. بله اینها او هم رفت و دائما حتی من شنیدم تعدادی از سپاهی‌ها که در یمن مستقیما مسئول شلیک و کار و اینا اونا بودن و اونا رو هم برگردوندن از یمن فعلا برای اینکه ما نیستیم. بله از سوریه که کاملا بعد از کشته شدن هاشون همه رو برگردوندن، سپاهی ها برگردوندن. من که اسرائیل اینا رو شناسایی میکنه و نفوذ هم دارن، آدم خریدن تو سیستم های اینا، هر جا پیداشون میشه صاف میزنشون و برگردوندن و الان دوره امام دوم شدنه الان. و اگر دقت کرده باشید این سردارای دهنگشاد سپاه رو مثل خود حسین سلامی و حاجی زاده و غیره معلومه که به اینام گفت، یکیشون حرف نمیزنه وگرنه اگر اینا رو بلی کردن هر روز میخواستن رجز بخونن. میزنیم میگیم همشون خفه خون و بعدم اخبار رو سعی میکنن از رسانه های ایران ندن. فوتبال هم به دادشون رسیده، پیروزی های خوب تیم ملی فوتبال هم و به جای اینا هی میرن روی فوتبال و میخوان بگن که چیزی نیست. الان به هر حال فصل نرمش قهرمانانه و امام دوم شدن. منتها من عرضمون تموم کنم، من اتفاقا از یکی از افراد مؤثر در واشنگتن شنیدم گفتش که ما میدونیم که جمهوری اسلامی الان میره تو لاکش، صداش در نمیاد چون تجهیزاتی که امریکایی‌ها به منطقه بردن رو خب دیدن، میدونن که دیگه وقتی هواپیمای بیوان میره این مقدار
ناو هوابر و موشک و غیره، الان به اصطلاح دومشون میگیرن لای پاشون میرن یه گوشه میشینن صداشون در نمیاد، ولی همچی که بدونن آب از آسیب میفته دو بار دیگه دوباره شروع میکنن، دوباره این شرارت ها و تروریسم که مرکزش در ایران شروع میکنن. میخوام بگم یعنی این رو هم این امام دوم شدن هم امریکایی ها میدونن میفهمن و آشنان باش. امیدوارم بعد هم معمولتون که امام حسن هم نقل و نباد گرفت از معاویه، حالا امیدواریم به این هم نقل و نباد این دفعه ندن دیگه، حالا بازی داستان تکرار. به دکتر سازگار نکته دیگه که خدمت میخواستم بگم، برحال به یه آدم فعالی که در یک مجموعه به نام گذار نقش مهمی داری، از اپوزیسیون بود چه کار میکنه اپوزیسیون، چقدر آمادگی داره برای برخورد با این مرحله، مرحله بسیار مهم، حساس و سرنوشت ساز. ببینید به نظر من واقعیت چی بخوایم، اگر فرض کنید امشب، همین امشب اصلا رژیم جمهوری اسلامی دوچه بره به آسمون و از بین بره، مخالفین این آمادگی رو ندارن که بتونن قدرت رو تسخیر کنن، یعنی قدرت هم نظامی انتظامی امنیتی کشور که کشور آشفته نشه ناامن نشه، و هم قدرت بروکراسی کشور، به خصوص اینکه این نظام یک باندهای مافیایی عجب غریبی شاکلش شده که اقتدار زیادی باید به خرج بدی بتونی به سلامت عبور کنی، ولی این میمن نیست که بالکل ناتوان باشن. به خصوص ببینید آقای دکتر، من یک چیزی که در بررسی های متعدد دیدم، این پاره نزاع‌های مصنوعی که در اپوزیسیون شکل میگیره، این یکی میشه مثلا سلطنت خواه دو آتیشه، اون یکی میشه جمهوری خواه دو، اون سومی میشه مثلا قومگرای دو آتیشه یا ناسیونالیست دو آتیشه. وقتی به فعالین میدانی میرسیم، ما من با کسایی که جونشون کف دستشونه و فعال میدانی ما اصلا صحبت میکنم، میبینم چقدر هوشیارانه، هم جوانای ما چقدر هوشیارانه حرفشون این است که ما دموکراسی میخوایم برای آینده ایران و حقوق مردم میخوایم، عدالت میخوایم، و برامونم مهم نیست حالا اون شکل حکومت اون بالاش میخواد سمبالش شاه باشه یا رئیس جمهور باشه، اسپانیا دموکراسی است مثلا یا هلند دموکراسی است شاه بالاشه یا انگلیس، آلمان هم دموکراسی است، فرانسه هم دموکراسی است، رئیس جمهور آمریکا هم دموکراسی است، اصل اون نظام دموکراسیه. و میانه روهایی که دیگه از افراط و تفریط اجتناب میکنن، من فکر میکنم کور اصلی مخالفین یا مثلا در مورد حقوق اقوام جامعه ما واقعا، باز من از خودم نمیگم، از فعالین دانشجویی میگم، از فعالین میدانیمون میگم، میگن خب در دنیای امروز معلومه که باید پذیرفته باشه مثلا در نواحی که زبان کردی، ترکی، بلوچی، عربی غیره هست، این زبانها باید آموزش داده بشه، مگه اینا میراث هستن بشر و اینا یا آداب و رسوم یا غیره و اینا باید حفظ بشه، یا در مورد اختیارات، این که مردم هر قسمت حتی المقدور بتوانند امور منطقه خودشون رو تا اونجایی که امکان داره با انتخابات، مجالس محلی، مسئولین منطقه‌ای خودشون تعیین کنن، مالیاتاشون رو خودشون تصمیم بگیرن و دولت مرکزی که اداره کننده سیاست خارجی، امنیت ملی هستش و نظم و نسق کلی کشور، سیاست‌های پولی و غیرو، این بتواند که تا اونجایی که ممکنه مردم رو
اختیارات رو بهشون بدن، شهرداری ها از مجالس منطقه‌ای، فرماندارا، استاندارا و غیره، که هر چقدر این واحدها کوچیک‌تر بشه، کسایی که رأی میدن، انتخاب میکنن، بهتر میتونن نظارت کنن و در واقع ما به دموکراسی و حاکمیت مردم نزدیک‌تر. بنابراین من فکر میکنم، حالا برگردم به سوال شما، نباید یه وقت نگران پاره ببخشید حبل‌های توخالی بشیم که صداهای گنده گنده در میارن، ساز اختلاف کوک میکنن و به جای پریدن به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و خامنه‌ای، به این و اون میپرن. اینا بدنه اصلی مخالفین نیستن، اینها بدنه اصلی فعالین میدانی ما نیستن، اینها نماینده زندانیان سیاسی شجاع ما که چشم و چراغ ملت هستن نیستن. و گفت به شب نشینی زندانیان برم حسد که نقل محفلشون دانه های زنجیر است. یعنی زندانیان سیاسی ما از گرایشات مختلف الان کنار همدیگه در زندان ها کار میکنن، فعالیت میکنن، بحث میکنن، آموزش دارن و دوش به دوش هم دیگه کار میکنن. این اون مدلی است که به نظر من مخالفین هوشمند چه در داخل چه در خارج، بیرون از زندان هم دنبال کردن و میکنن. حالا از شورای گذار هم پرسیدید. خب شورای گذار یکی از شش گروهی است که پیمان همکاری رو شکل داده. در پیمان همکاری از شورای ملی تصمیم هست تا حزب مشروطه ایران، آقای پاشایی و بیت الله، طرفداران مشروطه سلطنتی، شاگردان داریوش و همایون، مردمانی معقول و میانه رو بدون و دموکراسی خواه، حالا معتقدان سمبل کشور. اینو به فردا میشه از مردم پرسید، دوست دارن سمبل کشورشون یه شاه باشه یا یه رئیس جمهور انتخابی. این دیگه چیز عجیب غریبی هم نیست، مادامی که اون قانون اساسی دموکراسی باشه و حقوق به مردم برگرده، سمبل بالا بیشتر میشه گفت سلیقه است. امروزه بشر یاد گرفته چجوری کنترل کنه با مکانیزم های دموکراسی. و همکاری اتفاقا شما متن کانتنت رو میسازی، اونو به رأی مردم میذاری دیگه. حالا سمبل دیگه من اتفاقا مردم برمیگوزم. چند سال من آقای پاشایی و دوستانش و انسانهای معتدل، خردگرا، آرمان خواه، آدم هایی میدونم که شنیدم نشستتونم در آلمان بسیار موفق بوده، یعنی توافق های اصولی داشت. من نبودم ولی من هم بله من هم شنیدم در این نشست پیمان همکاری گروه های تشکیل دهنده، آدم هایی از شورای گذار مثل آقای دکتر براتی، آقای یزدان شهدایی، آقای فریدون احمدی بودن یا از گروه های دیگه، و نشون دادن که چقدر به اصطلاح راحت با هم حرف میزنن، حرف مشترک میزنن. به هر حال عرض رو تموم بکنم. ببینید، آنچه که استراتژی کلان مخالفین باید باشه این است که گروه های میانه رو، این دموکراسی خواه، سکولار و معتقد به اعلامیه جامعه و بشر، باید با هم حرف بزنن، همکاری کنن و همشون هم با هر گرایشی هستن با رادیکال های هر بخشی که با افراطیون هر بخش هم خط کشی کنن. افراطیون وقتمون تموم شد، به این و اون میپرن. ممنون از و این مسئله اپوزیسیون رو من پرستم به خاطر اینکه مردم علاقه مندن و روی این نکات من تأکید میکنم. خیالتون جمع باشه، اون آدمایی که ارزش دارن در این صحنه برای فردای ایران تلاش کنن، همدل و همدست با هم هستن. نگران نباشه، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. اجازه نویزاده به اتفاق دوست گرامی دکتر محسن سازگارا، عضو گذار، تحلیلگر، اهل حق، حق به معنای حقیقت،
درود بر دکتر سازگارا و بدرود میکنم با شما تا دیدار بعد.